زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی. اجازه بدید من چک بکنم اینو یادم میاد، مخصوصا دکمه میکروفون فشار دادم، چراغم دیدم، نه چراغ ندیدم، روشن شد، ولی دکمه میکروفون فشار دادم، قشنگ تا ته فشار دادم، بعد که میام رو ایر میبینم هنوز خاموشه، چیکار بکنم؟ ای خدا، بذارین اول یه دعایی با هم بکنیم بعد میپردازیم به کلام خدا. هللویا. خداوند، تو رو شکر میکنم به خاطر این فرصت. از حضورت تمنا میکنم ای روح پاک مسیح خداوند، این برنامه رو هدایت بفرما و اراده خودت رو از زبان من جاری بساز. آرامش به قلب ها بیاره قدوس و نور امید خودت رو به زندگی های این عزیزان بتاب. تو رو شکر میکنم و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. خب دوستان گرامی، امیدوارم که همچنان این ساعت رو با بنده بگذرونید و به یاری خداوند با هم لذت میبریم. این چیه اینجا علم شده؟ سیم چارجر تلفن. عذر بخوام. چیکار کنم؟ سعی میکنم همه چیز بدون اشکال باشه، فقط دکمه رو بزنم، سویچ رو بزنم، برم رو ایر، آماده برای صحبت کردن. یه مرتبه میبینم. بگذاریم دوستان عزیز من، اجازه بدید اول از روی کلام خداوند قسمتی رو با هم دیگه بخونیم که ربط پیدا میکنه به زندگی روزمره همه ما. همه ما. چقدر شیرینه وقتی که، اول اینو بهتون بگم، نه تنها من بلکه هر کسی رو، نمیگم هر کشیشی رو، هر کسی رو خداوند میتونه استفاده بکنه و از طریقش غیر مستقیم به شما پیامی بده. یه بار بزنین تکرار بکنه. خداوند میتونه از هر کسی استفاده بکنه و پیامی غیر مستقیم به شما بده که شما میدونی
تشخیص میدی، تمام روحت دریافت میکنه، میفهمی که این پیام مال من بوده. حالا ممکنه 10,000 نفر همزمان همین حس رو بکنن، بله اون پیام میتونه برای هر 10,000 نفر باشه. خداست، قادر مطلق، از نیازهای شما با خبره و میدونه که چطور به قلبهای شما رخنه بکنه. بنابراین من خودم همیشه وقتی برنامه کلیسایی میخوام برم، جلسه کلیسایی یا دعا یا جای دیگه، همیشه دعا میکنم، میگم خداوندا منو هدایت بفرما، کمکم بکن که بتونم از تو دریافت بکنم، و اگر سخنران باشم دعا میکنم که دیگران بتونن از طریق من کلام خدا رو دریافت بکنن. یه دعای ساده است، شما این کارو بکنید. اگر این برنامه رو هر روز میبینید یا از امروز شروع کردید به دیدنش، امیدوارم هر روز با ما باشید و یه دعای کوتاه بکنید قبل از اینکه برنامه شروع بشه یا موقعی که سرود شروع برنامه داره اجرا میشه. خداوندا از طریق این یارو حمید با من صحبت بکن. تعجب خواهید کرد که چطور خدا صدای شما رو میشنوه و بهتون جواب میده. ببینید ما خدای عجیبی داریم، خدای عجیبی داریم. تصورش رو بکنید. یادم نمیاد، یه بار یه جای خوندم که چند تریلیارد دلار، از میلیاردم بالاتر، خرج شده تا آمریکا بتونه چند تا آدم رو بفرسته رو کره ماه بشینن و برگردن، یا بتونن وقتی برای اولین بار از جو زمین سفینه خارج شد و دور کره زمین میگشت، اوه دیگه انگار مردم دنیا دیگه همه چی رو تسخیر کردن، دیگه صاحب همه چیز شدن. فقط تونستن یه وسیله بسازن که از جو زمین خارج بشه و دور زمین بگرده. نگاه بکنید تو اینترنت ببینید چقدر خرج برداشت که اینا رو بفرستن به ماه و برگردن. سفینه هایی که فرستادن، سفینه هایی که الان در راه مریخ هستن یا اونایی که یکیشو میدونم رسیده و از اونجا هم شروع کرده عکس برداری کردن و برگردوندن. حالا شما فکرشو بکن، من میخوام یه جوری وسیله قرار بگیرم امروز به شما نشون بدم عظمت خدا رو. تو همون اینترنت اگر خواستید بگردید، یه سوال دیگه هم بکنید و اون اینه که چند تا ستاره یا سیاره وجود داره؟ 100 تا، 200 تا، 1,000 تا، 1,000,000، 1 بیلیون، 1 تریلیون، 1 گزیلیون. هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیتونه بشماره. و این دانشمندان عزیز و تحصیل کرده که واقعا زحمت کشیدن و تحصیلاتشون مؤثر، خیلی چیزها رو اختراع کردن، کشف کردن و هر روز هم کارهای بزرگی انجام میدن، ولی هنوز نتونستن ستاره ها رو بشمارن. تازه مثلا دارن تشخیص میدن اون ستاره‌ای که مثلا رنگش تقریبا نارنجیه چند میلیون سال از اون ستاره سفید رنگ دورتره، یا اونی که اینقدر ریز و بنفش به نظر میاد چند میلیارد سال از اون یکی عقب‌تره، دورتره. حالا خدا میدونه، کسی نرفته اندازه بگیره با متر ببینه اینا درست میگن یا نه، ولی به هر حال گفته هاشون روی یک پایه‌هایی هست. حالا ممکنه که یه مقدار کم و زیاد باشه در گفته هاشون، ولی هست، مسیرشون درست. حالا شما ببین، وقتی میگم
به خدا اعتماد بکن، بسپر به خدا مشکلاتتو و بهش اعتماد بکن. به من گوش بده، مشکل تو حل نمیشه، گرفتاریت از بین نمیره، آرزوت برآورده نمیشه. ببینید با چه اطمینانی دارم میگم، مگر اینکه با تمام وجود به خدا اعتماد بکنی، به قدرت خدا اعتماد بکنی و هدایت خدا رو دریافت بکنی و مطابقش پیش بری. حالا یه خورده بیشتر توضیح میدم که راحت تر بتونی به قدرت خدا، با قدرت خدا آشنا بشی. توضیح دادم از اینجا تا کره ماه نمیدونم چند مایله، 30,000 مایل، 300,000 مایل، نمیدونم، یه چنین چیزایی یادم نمیاد. همین بغلاست در مقایسه با سیاره‌هایی که میلیاردها سال نوری از ما دورن، نه میلیاردها سال که با سرعت 100 کیلومتر برید، نه، سال نوری. سال نوری میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا از این کشور به اون کشور میخوای بری ممکنه فقط چند ثانیه طول بکشه، اینقدر سریعه. با این وجود میگن میلیاردها سال نوری فلان ستاره با زمین فاصله داره. حالا داریم میبینیم، شنیدیم، همین دانشمندان نشون دادن، ثابت کردن، ناسا فیلمش رو نشون داده که برای مثال در گذشته، ده ها سال پیش، صد ها سال پیش، چند سال پیش، یکی از کرات از بین رفته. گوش بریم، فکر کنم دیروز یا پیروز بود صحبت میکردم که خداوند در کلامش گفته این آسمون و زمین رو از بین میبرم در روز قیامت و آسمون و زمین جدید میآفرینم. و یک معلمی از دین دیگه، من این رو یه بار فکر میکنم حدود 34-35 سال پیش در یک برنامه رادیویی، اون موقع شهر اورنج زندگی میکردم، تو اورنج کانتی، یه بار اینو من تو برنامه رادیویی صحبت کردم راجبش که بله، خداوند گفته در روزهای آخر چطور ستارگان و ماه و کرات از آسمون مثل انجیر از درخت می افتن، همه از بین میرن، قیامت میشه، تموم میشه، نیکان برای پادشاهی خدا و بدکاران برای جهنم ابدی. یه آقایی که معلم یک دین دیگه بود که ترجیح میدم اسمشو نبرم، اومد رو برنامه زنده گفت آقا مگه ممکنه؟ اینجوری میخندید. آه مگه ممکنه زمین به این محکمی چی بشه، از بین بره؟ مگه میشه یه ورشو چکش بزنی یه ور دیگهش هست؟ چکش بزنی؟ فکر میکنه خدا با چکش میاد کره زمین رو جا به جا بکنه؟ ببین، در بعضی از ادیان واقعی یا کاذب فرق میکنه هر دوشون، ایمان نیست، فهم و شعور روحانی نیست، از قدرت خدا خبری نیست، به همین دلیل راجبش صحبت نمیکنن، چون نمیشناسن، تجربه نکردن.
آقا یعنی خدا میخواد با چکش بیاد یه بر زمین رو بکنه اون زمین، پس اون برش چی میشه؟ خدا میتونه با یک نگاه زمین رو پودر بکنه، محوش بکنه. سعی کن درک بکنی قدرت خدا رو. منابع طبیعی و غیر طبیعی و ماوراء طبیعی یا ماوراء طبیعی به قول معروف که خدا در اختیارش هست، منابعی که من و تو خیلی هاشون و حتی اونایی که طبیعی هستن رو نمیشناسیم، هنوز ندیدیم یا تجربه نکردیم، و منابع ماوراء طبیعی مثل فرشتگان و معجزات خود خداوند. بی نهایته. دیروز با یه خانومی صحبت میکردم که با شوهرش اشکال داره. و میگفت کشیش همین، من ایمان دارم، منم قبول دارم ایمان دارم، ایمان داره، ولی ایمان داریم تا ایمان، تا از زمین به آسمان، ایمان داریم تا ایمان. خود عیسی گفت اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داری، دانه خردل رو نمیدونم دیدید یا نه، چجوری نشونتون بدم، یه ذره کوچولوه، مثل یه چیزی شبیه تای سوزن تگرد، یا اون سوزنهایی که تهشون یه قنبلی کوچولوه، خیلی کوچولوه. عیسی گفت اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید میتونید این کوه رو از جاش تکون بدید، حرکت بدید و به جای دیگه منتقل کنید. یوشع نبی با دعای یه جمله، جمله چند کلمه، سه چهار کلمه، خداوند و جلوی حرکت خورشید رو بگیر، این دعای یوشع بود. همین دیگه، شب نشد، سه شبان روز فقط شد سه روز، شب نمیشد. چرا؟ چون قوم اسرائیل وقتی شب میشد میباختن، روز میشد برنده میشدن. یوشع دعا کرد نذار شب بشه، خداوند و خورشید رو نگه داشتم اونجا. اونو میگن ایمان خردلی. حالا من میدونم این خانم ایمان، میدونم ایمان داره، آدم میفهمه، باید از طرز صحبت بگذاریم. بعضیا تلفن میکنن فقط هللویا جلال از آن خداوند، از این حرفای قلمبه سلمبه که خودشونو مسیحی جلوه بدن، شاید مثلا تازه دیروز این حرفا رو یاد گرفتن ولی مسیحی نیستن. ولی من میفهمم کی ایمان داره که نیست. این خانم ایماندار بود، ولی به اندازه دانه خردل که چه عرض بکنم، به اندازه ارتفاع یه ورق کاغذم ایمان نداشت. یه ارتفاع یه ورق کاغذ چقدره؟ هیچ. یه ذره، یه ذره، خیلی کم. میدونست، میدونست که نجات داره، میدونست که بعد از مرگ به کجا خواهد رفت، میدونست که در حضور خداوند، من میدونستم که این میدونه چی داره میگه. ولی به من گفتش که شوهر من درست به شو نیست، یک مرد لاابالی، کار نمی کنه، دائم تو خونه،
سر بچه ها داد و فریاد میزنه که صداشون رو بیارن پایین که ایشون بتونه تلویزیونش رو تماشا بکنه. من تنهایی باید برم سر کار و برگردم، به بچه ها برسم، به غذاشون بیام خونه غذا درست بکنم آقا بخوره. و میگفت حتی شغلم که براش پیدا شد حاضر نبود بره سر کار. میگفت این شغل در شأن من نیست. بابا اگر تو واقعا محتاجی، آره ممکنه دانشمند باشی، ممکنه فیزیکدان باشی، ممکنه قبلا برای ناسا کار میکردی، ولی الان نه شغل داری نه درآمد، برو تو مکدونالد کار بکن ساعتی $10 بگیر، اقلا ماهی 400-500 دلار، $700 دستت بیاد، بهتر از صفره. من درک میکردم این زن چی داره میگه، درک میکردم خسته شده، روش فشار زیادیه، درکش میکردم. بعضی از شما خانوما که فکر میکنید مثلا شوهرتون الویس پرسلی نیست، گوش بدید ببینید مشکل این زن چی بود. علاوه بر این مشکل بیکاری، لاوبالی بودن، بیادب بودن و اینکه زن جرأت نداشت حرف بزنه، بلند میشد با حالت تهاجم میرفت طرفش با فحش و داد و فریاد و این چیزا، انتظار داشت زنه بره درآمد بیاره، افتخار بکن که من شوهرتم. و میگفت مشروب میخوره به حدی که حتی بچه ها حاضر نیستن برن به طرفش به خاطر بوی گند دهنش. خودتو بذار جای اون زن. شوهرت کار نمیکنه، ظاهر درست حسابی نداره، شغل نداره، پول نداره، پس انداز نداره، ماشین نداره، میخوره و میخوابه، وقتی هم بیداره فقط تلویزیون تماشا میکنه، حرفم بزنی میخواد جرت بده. خودتو بذار جای اون زن، چیکار میکنی؟ یه ایده به من بده، برای خودت جواب بده، چیکار میکنی؟ من خیلی زیاد میخواستم بهش بگم خانم یه مدت موقت ازش جدا شو، برو خونه مادرت، پدرت، خواهرت، خونه یه نفر برو که این شوهر تنهایی و دوری تو رو تجربه بکنه، متوجه بشه که بعد خودش غذا درست بکنه و آخر ما خودش بعد اجاره خونه رو بده. این کارو بکن. ولی بعد احساس کردم که نه، بذار یه مقدار ایمان بیشتر به این زن یاد بدم. خواهر من به خدا ایمان داری؟ بله. شما که میدونی من ایمان دارم. آیا شما گمان میکنی که خدا میتونه، قادر هست شوهرت رو عوض بکنه؟ هی کشیش همید، آخه شما چرا نمیخوای درک بکنی؟ کشیش، این مرد فقط اینجوریه، اینجوری دوباره همون مشکلات مرده رو تکرار کرد، آبرو واسه من پیش مردم نذاشته، نمیدونم فلانه، اینقدر بدهکارمون کرده، هرچی در میارم یه راست باید بره برای بدهکاری و نمیدونم اجاره خونه و فلان، همش هم تقصیر مرده است. سوالم رو تکرار کردم، آیا ایمان داری که خدا میتونه این مرد رو عوض بکنه؟ گفت میدونی حتی اگر عوض بکنه دیگه اصلا من نمیتونم به این مرد نگاه بکنم، چندشم میشه، ازش بدم اومده. اوکی.
آیا شما ایمان داری که خدا قادر موقعیت رو عوض بکنه؟ وقتی میگم موقعیت رو عوض بکنه، یعنی هم شوهرت رو عوض کنه، یعنی هم تو رو عوض بکنه، که بتونین یه مقدار همدیگر رو درک بکنین، شوهره یه مقدار به حرکت بیاد، به هیجان بیاد، به غیرت بیاد. اون شوهر به احتمال زیاد از یک نوع افسردگی عمیق داره رنج میبره که هیچ کس متوجه نمیشه. خیلی از مردا هستن که وقتی با مشکلی مواجه میشن، نه تنها با کسی راجع به اون مشکل صحبت نمیکنن، بلکه میریزن تو خودشون، بعد سنگین میشن، فشار بهشون میاد، میافتن از نظر روحانی. و اون زن به جای اینکه فرض بکنید غمخوارش باشه، بهش برسه، تشویقش بکنه، بلندش بکنه، بدتر اونم میافته روش، روی سرش و میزنه تو سرش. نه من تو سرش نمیزنم، شما این من بخوام تو سرش بزنم، من نه، نه اینکه با دست بزنی تو سرش. از نظر رو همینقدر که میگی شرم دارم با تو دیده بشم، تو چی کار برای من کردی تو زندگی، کی تو درست، اینا همه مرد رو میاره پایین، نابود میکنه. میگفت یه بار نشد، من میرم سر کار، برگردم ببینم این جارو گرفته دستش، خونه رو جارو کرده، ظرفا رو شسته، به غذای بچه ها رسیده، موقعی که از خونه میخوام برم بیرون خوابه، وقتی بر میگردم یا خوابه یا جلو تلویزیونه. آیا ایمان داری که خدا میتونه عوض بکنه؟ آره بابا کشیش حمید، ولی حقیقتش نمیخوام خدا عوض بکنه. اوکی، اون یه مسئله جداگان است. اگر اصلا نمیخوای خدا دخالت بکنه، چرا به من زنگ زدی؟ میخوای من بهت چی بگم؟ شوهرت بده برو طلاق بگیر؟ برای چی به من زنگ زدی؟ قبل از اینکه زنگ بزنی فکر بکن. مثل این میمونه که شما بیمار میشی، میری دکتر، دکتر بهت یه نسخه میده، آنتیبیوتیک میده، این کارو بکن، چند ساعت یه بار بخور تا حالت خوب بشه، میری نسخه رو میگیری پرت میکنی گوشه آشپزخونه، دیگه بهش نگاه نمیکنی. یه هفته بعد میگه خدایا هنوز، میری پیش دکتر هنوز حالم بده، این دوام به درد نخورد. خوردی که به درد نخورد؟ یا فقط رفتی پول خرج کردی، دواتو گرفتی انداختی گوشه خونه؟ داروی روحانی هم دقیقا همینه. انتظار نداشته باشید به من یا امثال من تلفن بکنید و چیزی از زبان من بشنوید که شما دلتون میخواد من به زبون بیارم، چون من مأمورم، من باید از روی کلام حرف بزنم. آره اگر میگی شوهرت زنا کرد، در ضمن زنام جزو کاراش بود، اگر میگی شوهرت زنا کرده، اگر میگی شوهرت چنین و چنان کرده، قاره قانونن، شرعن و از دید روحانی، از دید خداوند اجازه طلاق داری، ولی خدا دستور طلاق نداده، گفته اجازه طلاق داری و مرتکب گناه نمیشی اگر طلاق بگیری. ولی من اونم بهت نمیگم، برای اینکه اگر ما دعا کرده بودیم و تو دقیقاً اونطوری که من بهت میگفتم با اون شوهر رفتار میکردی، نه اونطوری که دلت میخواست باهاش رفتار بکنی، جلوی دیگران کنفش بکنی، مرتب سرکوفت بهش بزنی، مرتب ازش ایراد بگیری، تو کی آدم میشی، کی میخوای خرج بیاری تو این خونه، تا کی من باید تو رو تحمل بکنم از این چیزا. ببینید یه چیز بزنید به شما خانوما یاد بدم. شما خانوما نمیدونین چه قدرتی دارین. از من بشنوین، گوش بده، یه خورده صدای تلویزیون رو بیشتر کن، قشنگ بشنوی. بذار بگم چه قدرتی شماها دارین. اولا که به تجربه شخصی من، تعداد ایماندارای زن از مرد بیشتره. معمولا اول خانوما ایمان میارن،
معمولا گاهی اوقات زن و شوهر با هم ایمان میارن، گاهی اوقات خانوادگی ایمان میارن، ولی معمولا زنه که اول ایمان بیاره، شوهره ممکنه فلان اخوخ بکنه، ولی آخرش میشه دنبال روی زنه، قورشو میزنه، هارت و هورتشو میکنه، نهایتا مثل یه طولسه‌ای که به قلاده بسته شده میفته دنبال زنه، ازش اطاعت میکنه. از من بش ببین من چی میگم، طولسه حرف بدی نیست، برای من حرف بدی نیست، عاشق سگم هستم و همیشه هم گفتم دخترمه. یعنی وقتی میگم طولسه شوهرتون مثل طولسه اطاعت میکنه، افتخار بکنین که مرد رو با طول سگ مقایسه کردم. طول سگ وفاداره، قدرتمنده، هر کاری هم بکنی دومش وسط تکون میده، خوشحاله که میبینتت، هزاری هم اخلاقت اونق باشه. ولی بذار برات بگم چجوری میتونی از قدرتت استفاده بکنی. زیاد کاری ساده، یه خورده صدا رو بیشتر بکن، بقیه هم بگو ساکت باشن. ببینید خانمای عزیز، راهی که میتونید مثل آب خوردن قلاده روحانی به گردن شوهره بندازید و بدون اینکه مجبور باشید بکشیدش دنبالتون راش بندازین اینه. یعنی با شادی و افتخار ازتون اطاعت میکنه، در ظاهر نه، هارت و هورتشون میکنه، آخر آنم این نه نه اون کارو نباید بگم، آخر سر میکنه، ولی به این صورت میتونی قلب و روح و جسم شوهرت رو به دست بیاری. الان بهت میگم چیکار بکن. برای مثال میای خونه و میبینی که شوهره هیچ کاری نمیکنه، نشسته حالا کتاب میخونه، تلویزیون میبینه یا هر چیزی، وارد میشه میگه واو عزیزم امروز چقدر قیافت براق‌تر شده، خوشگل‌تر شدی، یه حالت تازه پیدا کردی، ورزش کردی امروز، ماهیچه‌هات به نظر یه مقدار الهی قربونت برم، بیا اینجا این سطل آشغال سنگین من نمیتونم ورش دارم. این شوهره بازوم قوی، الان اومدم عزیزم، میدوه واسط. چرا گفتم طول سگ؟ شما طول سگ رو با کتک نمیتونی ادب بکنی، گازت میگیره و دردش هم شدیده، جاش میمونه، داد و فریادم بکنی ازت فرار میکنه، اصلا نمیخواد ببینتت. ولی موقعی که یه کار خوب میکنه، تو یه تریت کوچولو، یه چیزی که دوست داره کوچولو دهنش بذاری، دائم سعی میکنه اون کارو بکنه که تو مرتب یه چیزی بهش بدی که خوشش میاد. بهترین راهی که میتونی شوهرت رو موافق خودت بکنی اینه که خوبی‌های شوهرت رو به رخش بکشی. خب آخه شوهری که کار نمی‌کنه، درآمد نداره، بدهکاره، آخه من چه تعریفی ازش بکنم؟ بگو خدا رو شکر عزیزم که اقلن خدا بهت حکمت داده، تو میتونی یه چندر قاز پولی که من در میارم و مدیریت بکنی که پولمون به هدر نره. بهت قول میدم حتی اگر 2 دلار میداد آبجو میخرید، اونم دیگه نمیخره که پول بیشتری بتونه بتانشون بده، به جای اینکه بهش بگی باز رفتی فلان چیز رو خریدی، مگه دفعه قبل نخریدی، دو ماه بعد شکست، آخه چرا اینجوری پولا؟ نه عزیزم، برعکس ازش تعریف کن. گوش بده به من،
میدونم چی دارم میگم. با غر زدن، شکایت کردن، پشت سرش بدگویی کردن، سرش داد و فریاد کردن، ایراد گرفتن، تو نمیتونی اون طول سگو تربیت بکنی، نمیتونی اون طول سگو به خودت وفادار نگه داری، نمیتونی روی یه لیش کوتاه، قلاده کوتاه نگرش داری که زیاد ازت دور نشه. با محبت راحت. میدونم چی دارم میگم. امتحان بکن. میدونی من بسیاری از خانوما رو میبینم، دیدم که با شوهرانشون طوری بدرفتاری میکنن و اهانت میکنن و به خصوص جلوی دیگران شوهرانشون رو پایین میارن که مرده از ترس اینکه مبادا این جلوی یه نفر دوباره آبروریزی بکنه جرأت نمیکنه دست از پا خطا بکنه و زنه فکر میکنه شوهرم رو دیگه دارم کنترل میکنم. نه، یه بادکنکی که پر از باد شده دیدی، حالا اون بادکنک رو صابونم بهش بزن و سعی کن تو مشتت بگیری بچلونی، ببین چجوری از زیر دستت بالای دستت میزنه بیرون در میره. و اگر پتانسیالش، اگر محسناتش از فرض بکنید 100 باشه، تو از 5 و 6ش رو بالاتر نمیتونی ببینی، چون بستیش، گرفتارش کردی. دلخوشی دینه که ازت میترسه، از تو نمیترسه، از اخلاقت میترسه که جلو دیگران آبروشو نبری. ولی با محبت واقعی تو میتونی اون مرد رو با یه قلاده کوتاه کنترل بکنی و دنبال خودت بیاری. اون وقت ببین چه جوری اون مرد به غیرت میاد وقتی کسی بهت نگاه بکنه، وقتی کسی بهت اهانت بکنه، وقتی احساس بکنه که گرسنه یا پول نداری، ببین چه جوری میره برات فراهم میکنه. ای بابا نکششم، شوهر من اینجوری نیست، شما نمیشناسیش. نه، تو اونجوری که باید باشی نیستی. الان ببین دختر من طول سگم اون طرف نشسته مراقب منه، یه مگس جرأت داره از جلوی خونه بخواد رد بشه، یا نصف شب بخواد یه باد شدید بی بلند میشه همچین به هم میریزه، کوچکترین صدایی بشنوه، بعد میاد جلوی من میشینه روش به طرف دشمن. کاراشون خیلی جالبه، صرفا به خاطر اینکه من بهش محبت میکنم. عین یه بچه واقعی. همین کارو با بچت بکن، همین کارو با همسایت بکن، با رئیست بکن. برو پیش رئیست ازش تعریف بکن، از تصمیم اخیری که گرفته تعریف بکن. چه تصمیم حکیمانه‌ای، چه کار خوبی. حالا ممکنه یه مقدار به من و یکی دو نفر دیگه یه صدمه کوچیک بزنه، ولی فدای سرت. هی کمپانی باید رشد بکنه. ببین چجوری یه مرتبه موقعیت رو عوض میکنه که صدمه‌ای به تو نخوره. قوم اسرائیل وقتی میخواستن برن به جنگ، اغلب خدا به یک عدهشون دستور میداد که پیشا پیش سپاه برن و خدا رو ستایش کنند. ببینید خدا اونقدر شیرینه، اونقدر
درک و فهمش تا بی نهایت بالاست. اونقدر قادر مطلقه. فقط به همین مثالی که اول برنامه زدم برات فکر بکن، که با کلامش گفت روشنایی بشود. فقط گفت روشنایی بشود. ببینید، خدا اندازه های خورشید و ماه و ستارگان رو محاسبه نکرد رو دفترچه ببینه خورشید چه اندازه ای، چه ارتفاعی، چه قطری، چه نمیدونم عرضی باید. نه، خدا وقتی گفت روشنایی بشود، در ذهنش همه چیز محاسبه شده بود و خورشید به اندازه ای که باید آفریده میشد آفریده شد. خورشیدی که تو بهش حتی یک ثانیه نمیتونی نگاه کنی. خداست آسمون و زمین و آنچه که در آسمون و زمین هست رو آفریده. سعی کن یه مقدار بهش فکر کنی. فقط یه خود سعی کن درک بکنی قدرت خدا چیه. ما تعداد ستارگان رو نمیتونیم بشمریم. ما که چون من که سوادی ندارم، دانشمندا نمیتونن بشمرن. برین ازشون بپرسین، نمیتونن بشمرن. وقتی ازشون میپرسیم میگه اوه تریلیارد ها. هر روزم تعدادشون داره بیشتر میشه. خدا گفت آفریده شد. در کتاب پیدایش بشینید بخونید، در کتاب اولین صفحه، اولین فصل کتاب مقدس، گفت آفریده شد. حالا تو میگی خدا رو دوست داری، به خدا بی احترامی نکردی، از خدا اطاعت میکنی، به قدرت خدا شک نداری، وقتی برمیگردی به من میگی آره من قدرت خدا رو قبول دارم، ولی شما شوهر من نمیشناسین. با این حرفت تو شوهرتو گذاشتی مافوق خدا. شوهرتو روشنایی آفریده، ماه و ستارگان رو آفریده، کره زمین، آدم و حوا، من و تو رو آفریده. چی کار کرده شوهرت که از خدا بالاتر میدونیش؟ فکر میکنی تمام بدنش شده چربی و چاق و نمیدونم تکون نمیخوره و از روز اول اینجوری بود یا اینجوری شده؟ فکر میکنی خدا نمیتونه اون حکمت رو درش به وجود بیاره، استعداد رو درش به وجود بیاره که در مدت یک ماه خودش رو عوض بکنه از نظر ظاهر، وزن و شکم و چیزهایی که بعضی از خانم‌ها خوششون نمیاد؟ فکر میکنی خدا نمیتونه یک فرشته رو به صورت انسان سر راهش قرار بده و راهنماییش کنه؟ یه شخصی بود که خیلی دلش میخواست در کمپانی به خصوصی کار بکنه، یه کمپانی فوق‌العاده، جزو 500 بزرگترین کمپانی آمریکا. درست گفتم؟ جزو بزرگترین 500 کمپانی دنیا. میدونی منظورم چیه دیگه. یکی از این کمپانی ها رو این شخص، این خانم خیلی دلش میخواست بره کار بکنه، ولی اصلا بهش مصاحبه نمیدادن. هر وقتم تماس میگرفت بهش میگفتن فعلا ما احتیاج نداریم، کادرمون تکمیله، تقریبا فکر میکنم نزدیک به، اگر درست خاطرم باشه، 1000-1500 نفر کارمند داشتن و مسلماً بین 1500 کارمند شعبه های مختلف، دیپارتمنت های مختلف،
یعنی هیچ کدوم از این دیپارتمنت ها هیچ که هیچ جایی برای این خانم شغل نیست، نمیدادن بهش. یه روز این خانم میره فرودگاه LAX، فرودگاه لس آنجلس، و داشته همینطوری میرفته به طرف فرودگاه که چکین بکنه، و یک نفرم از روبروش میاد که حالا داشته رد میشده، هر چیزی خدا میدونه. یه مرتبه این مرد یه چیزی از دستش میفته، نمیفهمه. این خانم بهش میگه excuse me sir، اینجا بلان چیز افتاد، را کیفش افتاد، عینکش افتاد، نمیدونم تلفنش افتاد. مرد برمیگرده ازش میگیره، تشکر میکنه و صحبت میکنن یکی دو دقیقه. مردم با زنش بوده، هر دو خوششون میاد از این خانم، صحبت به وجود میاد. بعد مرد بهش میگه که کجا کار میکنی؟ میگه دارم دنبال کار بین شغل هستم، دارم دنبال کار میگرم. کارتشو میده به دست این خانم، میگه یه تماس با من بگیر. این آقا CEO، Chief Executive Officer از اون، یعنی بالاترین مقام اون کمپانی بود که این خانم آرزو داشت تو شغل بگیره. این خانم نمیشناختش، فقط دوست داشت تو اون شرکت، تو اون کمپانی کار بگیره. CEO، مدیر عامل، هر چی که میخواین اسمشو بذارین، صاحب اونجا، کارتشو در میگه با من تماس بگیر، دوشنبه با من تماس بگیر، با سکرتارم وقت بذاره که بیای منو ببینی. میره میبینتش، همون جا استخدامش میکنن، جا به جا، با مای $10,000. خانم لس آنجلس زندگی میکرد، محل کار سان فرانسیسکو، و آقای مدیر عامل میگه هیچ مسئله اینی، صبح به صبح سوار هواپیما میشی میای اونجا، پیاده میشی، راننده میاد پیکاپت میکنه، میارتت دفتر، بعد دوباره با هواپیما برمیگردی لس آنجلس. اگرم دلت خواست بیای سان فرانسیسکو زندگی بکنی، $25,000 بابت اسباب کشی بهت میدیم و میتونی بیای اونجا راحت کار بکن. شما گمان میکنید اگر اونطوری که این زن داشت دعا میکرد که خدا به دعاش جواب بده، خداوند خواهش میکنم اون رئیس اون دیپارتمنت رو، منیجر اون دیپارتمنت رو لمس بکن که از رزومه من خوشش بیاد، منو استخدام بکنه، یا اون کسی که مسئول استخدامه از من دعا میکرد، ولی در ضمن دعا به خدا میگفت چجوری جواب بده. به نظرتون آشنا نمیاد این طرز فکر؟ الو، خداست، قادر مطلق، قادر به انجام هر کاری هست. طوری استخدامش کردن در یکی از دفترهای نزدیک به خود مدیر عامل، با بهترین شرایط، با بیمه، هواپیمای رفت و برگشت هر روز بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو. از این شغلا کم نیست تو آمریکا، خیلی زیاده، ولی کمتر کسی بهش فکر میکنه، چون خودشونو دست کم میگیرن، خدا رو به اندازه قدرت خودشون پایین میارن، یا در مورد مثال اون خانوم قدرت شوهرشون رو از خدا بالاتر میدونه. آره خدا قادره، ولی شما نمیدونین شوهر من. قادر مطلقه،
منابعش بی انتهاست. ایمان شما، گوش بده، یه چیز دیگه بهت یاد بدم، ایمان شما، دعای شما و اعتماد بی تردید شما به خداوند روح القدس رو در زندگی شما به حرکت میاره. به وقتی روح القدس در زندگیتون به حرکت بیاد، هیچ کس، هیچ چیز، هیچ شی، هیچ موجودی دیدنی یا نادیدنی نمیتونه جلوشو بگیره. خداست. خداست. دعا کنید با ایمان، خدا رو ستایش بکنید با ایمان. نه مثل یه خانومی از ایران با من تماس گرفت رو خط برنامه زنده، هنوز یادم، 2-3 سال از این جریان میزه ولی هنوز یادم نرفته. گفت آقا چرا ما باید هی دائم بگیم خدایا دوست دارم، خدایا تو رو شکر میکنم، من از تو ممنونم، خیلی هللویا، چرا باید این حرف رو بزنیم؟ خود خدا این کارا رو انجام بده دیگه. کور خوندی. مثل این میمونه که مثلا بچه یه همسایه بیاد با قلدری، با پررویی بگه خانم شما باید هر روز مثلا پول تو جیبی منو بدی، معنی نداره من بیام ازت تشکر بکنم، بگم دستتون درد نکنه، واقعا امروز کارم راه افتاد، خیلی خیلی ازتون ممنونم، اگر شما نبودی امروز این مسئله اجرا نمیشد. چرا باید همش از این حرفا بزنم؟ زنه که خودش بیاد هر روز به من پول بده دیگه، هر روز بیاد منو برسونه به مدرسه، هر روز نمیدونم برام نهار بیاره. برای چی؟ تو باشی این کارو میکنی؟ اگه بگی آره دروغ میگی. معمولا شما برای کسی کار انجام میدی که قدرت رو بدونه، ازت تشکر بکنه. دائم انتظارهای غیر عادی ازت نداشته باشه. محبت بکنی. قانون طبیعته، چه میخواد اون طول سگ باشه، چه شوهرت باشه، چه همسایه یا بچه همسایه در این مثال. ولی فقط ایمان داشته باش. قادر مطلق. یعنی چی قادر مطلق؟ یعنی هیچ چیزی نیست که خدا نتونه انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خدا قادر به انجام هر کاری است. جالبتر از این، در انجیل آیه اومده به وسیله ایمان شما هم میتونی قادر به انجام هر کاری باشی. ایمان به خون مسیح که روی صلیب ریخته شد، مسیح به پیروانش غیرت داره، نه اومد چشمشون رو از حدقه در آورد، نه بهشون تازیانه زد که چرا مشروب میخورین، نه اومد به زور گفت باید دلاراست بشین. اومد جون خودش رو داوطلبانه برای من و تو، برای بشریت داد. مردم از خدا ایراد گرفتن، آقا یه نفر اومده گناه کرده به اسم آدم، آخه این عادلانه نیست که بقیه هم به خاطر گناه اون یه نفر گناهکار شناخته بشن. اوکی. حرف حساب زدی. خدام جواب داد. همونطور که گناه به وسیله یک نفر یعنی آدم به این جهان اومد، آیه انجیله، به وسیله انسان دوم یعنی عیسی مسیح از دنیا برداشته میشه، تا هر کس مثل بنده مسلمون زاده،
توه بهایی زاده، اون زرتشتی زاده، اون یکی کلیمی زاده، اون یکی نمیدونم فکر میکنه مسیحی زاده است، هرچی. تا هر کس، هر کدوم از ما انسانها، بشریت به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان بیاریم، دیگه دنبال رو آدم و حوا نخواهیم بود و در گناه زندگی نمی کنیم. همینو بس. و موقعی که شما واقعا با تمام وجود به گناهانت اعتراف میکنی، با تمام وجود پشیمونی از گناهانت، توبه میکنی، یعنی بر میگردی دیگه تکرار نمیکنی، با تمام وجود روح مسیح، روح القدس، مسیح رو به قلبت دعوت میکنی و در اولین فرصت تعمید میگیری، نجات پیدا میکنی، اسم تو از همین لحظه به بعد اگر این دعا رو بکنی در دفتر حیات نوشته میشه. نه دعای گرین کارتی، نه دعای ازدواج، آره من میخوام مسیحی بشم چون اونی که میخوام باش ازدواج کنم مسیحیه و با غیر مسیحی ازدواج نمی کنه. نه، اونا مسیحی شدن نیست. اونم اگر فکر میکنه تو آره واقعا مسیحی شدی و بیاد باهات ازدواج، اونم از تو بدتره. نه، اگر واقعا از گناهانت پشیمونی، از زندگی که داری خسته شدی، ممکنه مشکل مالی هم نداشته باشی. ببینید، پول جواب همه چیز نیست. میلیاردرهایی بوده و هستن که مشکلات جسمی دارن، راه نمیتونن برن، درست چشمشون نمیبینه یا بیماریهای گوناگون دارن. پول جواب همه چیز نیست. طرف ممکنه هزاری هم ثروت داشته باشه ولی تو روحش احساس خالی بودن میکنه و میخواد از یک زندگی جدید، یک شروع تازه برخوردار باشه. اگر تو واقعا، مهم اینجاست که حاضر باشی از گناهانت توبه بکنی، برگردی و دیگه اونا رو به جا نیاری، اونا رو اجرا نکنی، با تمام وجود به طرف مسیح بیای، به خونی که روی صلیب ریخت ایمان بیاری و مسیح رو به قلبت دعوت بکنی، این باعث میشه که زندگی جدید، تولد جدید در روح پیدا بکنی. و عیسی مسیح گفت باید در روح و در آب تولد بیابید. اول شما این دعای توبه و نجات رو بعد از من تکرار میکنید اگر میخواید مسیحی بشید از این لحظه به بعد. اون تولد جدید در روحه. بعد باید در آب تعمید بگیرید، آبی که نمودار طوفان زمان نوحه که تمام دنیا رو زیر آب غرق کرد، با این تفاوت که دیگه شما به خاطر گناهانت نمیری زیر آب بمیری، فقط سمبول مردن رو اجرا میکنی، با گناهانت میری زیر آب، به یک انسان تازه از زیر آب بیرون میای. مهمه، اونقدر مهمه که خود عیسی مسیح تعمید گرفت، به وسیله یحیی تعمید دهنده. یحیی بهش گفت بابا تو که احتیاج به تعمید نداری، تو که گناهی نکردی. گفت قانون باید اجرا بشه که شیطان نتونه ایرادی بگیره یا تو افکار مردم ایرادی به وجود بیاره، این خودش قانون خدا رو اجرا نکرد. گوش بده، اگر میخوای تولد جدید پیدا بکنی، اگر میخوای روح خدا وارد زندگیت بشه، ببین من حتی بهت نمیگم، چون درست نیست بگم، بهت نمیگم که تو بیا ایمان بیار ببین مسیح تو زندگیت چیکار میکنه. نه،
میدونی چرا؟ اگر این حرف رو بزنم تو به خاطر قاقالیلی میای طرف مسیح، نه به خاطر توبه واقعی از گناهانت، نه به خاطر اینکه قبول داری واقعا گناهکاری، نه، به خاطر این میای طرف مسیح که بهت گفتن تو بیا طرف مسیح ببین اگر شغل مثلا ماهی 10,000 دلار راحت گیر نیوردی، اگر مثلا صاحب اگر یه مرتبه صاحب خونه نشدی. نه، به خاطر قاقالیلی طرف مسیح نیا، چون هیچ نتیجه‌ای نمیگیری، قاقالیلیت هم دریافت نمی کنی، ایمانت هم قبول نمیشه. باید با افتخار به طرف مسیح بیای، باید از گناهانت خسته شده باشی و آماده توبه باشی، باید قبول بکنی که تو هم مثل تمام مردم دنیا گناه کردی و از جلال خدا محروم شدی، باید با فروتنی به گناهانت اعتراف بکنی، به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان بیاری و مسیح رو به قلبت دعوت بکنی. اون موقع تو میتونی رسماً اعلام بکنی که مسیحی شدی و بعد در اولین فرصت تعمید بگیری، ترجیحاً همین امروز، همین هفته، همین ماه، در اولین فرصت اگر آماده ای. این دعای ساده رو بعد از من تکرار بکن با صدای بلند که بغل دستید بشنوه، اگرم کسی خونه نیست بذار ارواح پلید بشنون، بذار همکارات بشنون اگر سر کارت هستین، با صدای بلند افتخار، باید افتخار کنی به مسیح، و الا گفتم اگر فقط به خاطر قاقالیلی بخوای بیای هیچ خبری نیست، هیچ چیم گیرت نمیاد، ولی اگر واقعا میخوای ایمان بیاری این دعا رو بعد از من تکرار بکن. بگو ای خداوند، میدونم که گناهکارم، من در این لحظه به تمام گناهان خودم اعتراف میکنم، چه اونهایی که دونسته انجام دادم یا اونهایی که ندانسته مرتکب شدم. بگید ای عیسی، من ایمان دارم مطابق با کلامت که تو برای گناهان من روی صلیب جان دادی و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی، به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده رو بعد از من تکرار کردید عزیزان، مطمئن باشید مطابق با انجیل و گفته مسیح نجات پیدا کردید، اسم شما در دفتر حیات نوشته شده و پس از مرگ بهشت شما تضمینه و الان میتونی با ایمان اونچه که نیازت هست به حضور خداوند ببری و خیلی راحت. فرض کن تلفنی تماس گرفتی با من داری حرف میزنی، فرض کن داری با پدرت صحبت میکنی، با بهترین دوستت صحبت میکنی، اونجوری با خدا حرف بزن. خداوندا این مشکل مالی منو از میون بردار، خسته شدم، به نام عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. همین. گاهی اوقات روح خدا هدایتتون میکنه که به دعا ادامه بدید،
و شما هم بدون اینکه احساس بکنید ای بابا دارم خسته می... ببین دعا کردن وردای هر روز تکرار کردن نیست، صحبت با خداست. و بهت قول میدم اگر داری با خدا صحبت میکنی خسته نمیشی، اونقدر لذت داره وقتی به عمق مطلب پی میبری که من دارم با قادر مطلق، با آفریدگار آسمون و زمین صحبت میکنم. اونقدر قادره، اونقدر وفاداره و اونقدر دوستت داره که اجازه میده نزدیکیش رو احساس بکنی، نزدیکی خدا رو، نزدیکی روح القدس رو. هرچی خالصانه تر دعا بکنی نزدیکی خدا رو بیشتر احساس میکنی. به هر حال عزیزان، خدا رو شکر برای امروز و برای کلامش. ازتون دعوت میکنم اگر این برنامه ها باعث برکتتون میشه بیکار ننشینید. در فکر هستم، دعا داریم میکنیم که به یاری خداوند و پشتیبانی شما عزیزان بتونیم هرچه زودتر برگردیم روی ماهواره. مردم احتیاج دارن این کلام رو بشنون و خبر خوب اینجاست حتی اگر یک نفر از طریق این برنامه تلویزیونی نجات پیدا بکنه و به مسیح انجیل ایمان بیاره، همونقدر که من ثواب میبرم همونقدر شما ثواب میبرید. و کلام خداوند میگه وقتی باعث نجات یک نفر میشوید گناهان بسیاری رو میپوشونید. وقتم تموم شده، نمیدونم جا باشه که جواب بدم یا نه. دوستان من، جانم بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ درود بر شما، مریم هستم. درود بر شما خواهر مریم گرامی، حالتون چطوره؟ خدا به شکر داریم با همسرم راه میریم و زیادم راه میریم، ولی یه خبر خوب میخواستم بدن. اوکی. که اون مشکل به اصطلاح فرستادن پول برای نیازمندان حل شد، خدا رو شکر. اگه شما بریزن به حساب شما اونایی که میخوان واقعا به مردم توی ایران کمک بکنن که الان نیازمند هستن، بریزن به حساب شما. اوکی. شما هم لطف کنید بریزین به حساب من که بچه ها خودشون بلافاصله سریعا میرسونن به دست خود همون نیازمند. اوکی عزیز جان، سپاس گذارم. دخترم فرینا زنگ زد با هم تماس گرفت، گفت از بار من بکشید همین سلام برسون، بگو منم میخوام اضافه بریزم میتونم برم تو حساب تو بردارم. اوکی. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای این اخبار خوب. نیازمند زیاد. اگر مردم بخوان کمک بکنن، چون الان از داخل ایران خبر داریم که دارن اذیتشون میکنن و واقعا از داخل همون جایی که دارن اینا از گرسنگی دارن میمیرن از سرما، مردم خودجوش دارن کمک میکنن و مایی که خارج از کشور هستیم بله کاملا. حالا یه جا وایس شما انقدر نفس نفس نزنی. نه خدا رو شوی، خدا رو. مرسی خواهرم از تماستون، حتما حتما مردم شنیدن. خواهش. خوب کاری کردید ایجان، خدا نگهدار. بله جالبه، همین الان در مورد همیاری صحبت میکردم. بله نیازمند در ایران خیلی زیاده، به خصوص کسانی که با مشکلات طبیعی مواجه میشن، برای مثال زلزله‌ای بشه، آتش فشانی بشه، یا حتی خانواده هایی میشناسیم که سران خانواده شوهرانشون رو دستگیر کردن به جرم مسیحی شدن، بردنشون جایی که هیچ کس خبر نداره و زن و بچه هاشون گرسنن، احتیاج به کمک دارن.
و همچنین عرض کردم که داریم فعالیت میکنیم برگردیم روی ماهواره. ارزون نیست و انتظار ندارم یک نفر بیاد خرج ماهواره رو بده. خوب میشه یه نفر بیاد یه دو ماه پولشو پرداخت بکنه که بعد راحت تر بتونیم همیاری جمع آوری بکنیم وقتی به تمام دنیا به خصوص به ایران و راه‌های دور میرسه. پیشنهاد میکنم اگر این برنامه ها رو مفید میبینید، همونطوری که خودتون نجات پیدا کردید، دلتون میخواد اعضای خانواده هاتون، دلتون میخواد هموطنانتون هم نجات پیدا بکنن، به وسیله این برنامه میتونن. وقتی شما همیاری میکنید با ما، اولا میتونید ذکر بکنید دقیقاً برای چه منظور دارید همیاری میکنید. برای مثال میتونید بگید من این مبلغ رو میدم برای کمک به نیازمندان در ایران، حتی یک سنت از اون مبلغ به جای دیگه نمیره، یک سنتش. میتونید بگید این مبلغ رو میدم برای خرید انجیل، این مبلغ رو دارم میدم برای ماهواره، یا این مبلغ رو میدم برای هر جایی که نیاز هست، چه ماهواره چه مخارج پیام آرامش، عذر میخوام، چه برای نیازمندان در ایران. راه های کمک کردن رو من خیلی راحت کردم، من که چه عرض کنم، همکارانمون خیلی راحت کردن. اگر با کامپیوتر آشنایی دارید میتونید تشریف ببرید روی کامپیوتر، به وبسایت من سر بزنید kashishhamid.com، بعد دکمه دونیشن رو کلیک بکنید که صفحه همیاری باز میشه براتون و از طریق پیپل به راحتی میتونید چه برای یک بار یا به صورت ماهانه از ما پشتیبانی بکنید، یا میتونید با شماره تلفن زیر صفحه بعد از برنامه تماس بگیرید و اگر دارای کارت اعتباری هستید، ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس یا دیسکاور، از اون طریق میتونید همیاری خودتون رو اعلام بکنید. به شماره این کارت ها هیچ کس دسترسی نداره غیر از من و میتونید تعیین بکنید برای یک بار میخواید از حسابتون برداشت بشه یا به صورت ماهانه. میخواید خرج یک ماه ماهواره رو بدید، دو ماه بدید، یک سال بدید، شش ماه، یا مبلغ خاصی برای مخارج عادی پیام آرامش، یا میتونید با آدرس زیر صفحه بفرستید، بنویسید به حواله کارت مسیج آف پیس یا پیام آرامش، صندوق پستی 7001 شهر وودلند هیلز، کالیفرنیا 91365. اگر هدایت کرده شما رو خداوند که کمک بکنید، قدم بردارید، اقدام کنید، چون مردم احتیاج دارن به نجات. علارغم نژادشون، علارغم اینکه کجای دنیا به دنیا اومدن، علارغم اینکه گمان میکنن با چه دینی به دنیا اومدن، اونهایی که نجات مسیح رو تجربه کردید میدونید چقدر اونهایی که نکردن احتیاج به ایمان دارن. به همین دلیله که ما بشارت میدیم که بقیه هم بتونن اون زیبایی، اون شیرینی، اون روشنایی رو که ما تجربه کردیم تجربه بکنن. فقط خدا میدونه وقتی ما به بهشت میریم چه عده کثیری رو اونجا میبینیم که میگن به وسیله اینا بود، به وسیله من و شماها بود، میگن که ما نجات پیدا کردیم. افتخاریه. به هر حال عزیزان، از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم. بدونید خدای ما خدای زنده است، از مشکلات شما با خبره و میخواد گناهان شما رو ببخشه و نجاتتون بده. اگر اون دعای توبه و نجات رو بعد از من تکرار نکردی،
خودت بعد از برنامه این دعا رو بکن و مسیح رو به قلبت دعوت کن. از توجهی که به این برنامه کردید واقعا سپاسگزارم و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. شب ها بود نگاه تو صفا